این هفته بیرون رفتن بدون نزدیک شدن، پروف کردن بدون خرید رفتن و اتومبیل رانی بدون پیست. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. کم کم که موج کرونا فروکش میکنه، مردم سراسر دنیا اجازه پیدا میکنن که برای خرید برن به فروشگاه ها. در بریتانیا مغازه ها اجازه پیدا کردن که از 15 ژوئن باز بشن تا اقتصاد کم کم به حالت عادی برگرده. اما آیا خیابون های پر از مغازه و فروشگاه و مراکز خرید هم به حالت عادی برمیگردند؟ گزارش لارا لینگتون در همین مورده. بازگشایی فروشگاه‌ها کار دشواریه. برای خریدارها هم اون تجربه‌ای که قبلاً بود نیست. فناوری نمیتونه جای همه چی رو بگیره، ولی در ماه‌های گذشته این یک خلأ رو تا حد خوبی پر کرده. گوین استور با همکاری تعدادی از فروشگاه‌ها پخش زنده ویدیویی گذاشته که مردم محصولات رو ببینن. مشتری میتونه از طریق گفتگوی ویدیویی با کارکنان فروشگاه صحبت کنه. اولین بار که در ماه آوریل کاریز پی سی ورلد، یه فروشگاه فناوری بریتانیایی، از این شیوه استفاده کرد، دید میشه بعضی از کارکنان بیکار شدهش رو دوباره به کار بگیره که از خونه کار کنن. ولی الان دیگه همون کارکنان هم دارن برمیگردن فروشگاه. خیلی از مشتریای ما از این شیوه خوششون اومده، به ویژه اونایی که جزء گروهای آسیب پذیرن یا بچه دارن و باید توی خونهشون به بچه‌هاشون درس بدن. اینجور آدما خیلی از این شیوه راضین. همین که میتونن با یه نفر صحبت کنن به جای اینکه روی 20 تا سایت مختلف دنبال جواب بگردن خیلیه. کافیه بیان روی سایت کاریز پی سی ورلد برای علامت کمک کلیک کنن و از یکی از کارکنا، چه در خونه چه در فروشگاه، راهنمایی بگیرن. راه حل خلاقانه ایه. از دور جواب میده و یه وجه جدید به خرید آنلاین اضافه میکنه، به ویژه برای کسایی که باید طولانی تر از بقیه در قرنطینه بمونن. اما در مورد لباس، محدودیت های خرید اینترنتی بیشتره. احتمالاً الان وقتشه که اینجور طرح‌ها گل کنن. یکی از بسترهای این حوزه یه مرحله جلوتر رفته و شمای مشتری رو تبدیل به مدل میکنه. اپلیکیشن زیکیت با هوش مصنوعی کار میکنه. کارش اینه که حس پروف کردن لباس رو به واقعی ترین شکل ممکن بازسازی کنه. اول از مشتری عکس میگیره، ولی باید راهنماش رو مو به مو اجرا کنی. یکی از بخشای راهنمای این لباس خنده داره، ترکیبی از شلوار کوتاه، تاپ و کفش پلوخوری. جز این باشه ممکنه عکس درست آپلود نشه. چند تا از عکسای خودم که فکر میکردم مشکلی ندارن آپلود نشدن. خلاصه بعد از اینکه این عکس رو فرستادم و احساس کردم مثل دخترای 16 ساله لباس پوشیدم، نتیجه حیرت انگیز بود. واقعا هیچ فروشگاهی چنین چیزی ارائه نمیده. کاتالوگ رو ورق میزنی و عکست رو با تک تک لباسا میبینی. در نتیجه میتونی اونی رو انتخاب کنی که بهت میاد، نه اونی رو که به چشت قشنگ اومده. یه الگوریتم یادگیری داره که عکس پوشاک رو اسکن میکنه، بعد به 80,000 قطعه تقسیمشون میکنه. همین کار رو با عکس مشتری هم میکنه و نهایتاً قطعه ها رو میندازه رو هم تا هر لباس رو به تن هر مشتری نشون بده. یکی از مشکلات فروشگاه‌های آنلاین اینه که میزان پس فرستادن اجناسشون بالاست. تازه الان در دوره کرونا لباسی که پس فرستاده شده باید قرنطینه بشه. طبعاً برای مشتری هم مطلوب نیست که هر دفعه کلی وقت توی پستخونه صرف کنه. اونم با رعایت فاصله گذاری. بعضی از این لباس‌ها واقعاً به تن آدم خنده دارن، ولی کل این فرایند در صورت معنی میده که عکسی که اینجا میبینی عین واقعیت باشه. به همین خاطر میخوام یه چیزی سفارش بدم که ببینم روی تنم هم مثل عکسشه یا نه. میخوام اینو بخرم. توی عکس به نظرم قشنگه، بد نیست. بخرم ببینم چی میشه. خب بسته رسید. ببینم چطوریه. جنسش که به نظرم تعریفی نداره. حالا ببینم به این میاد یا نه. خب واقعا در عجبم که چقدر به عکس مجازی شبیه. الان مثل همون موقع میستم و عکس میگیرم. بعد میذاریمش روی پس زمینه سفید تا بشه مقایسه کرد.
همینطور که میبینین دوتا عکس مو نمیزنن. واقعا عجیبه. تنها چیزی که توی عکس معلوم نبود این میزان برق برقی بودنشه. بنابراین برای اینکه بفهمی لباس به تن چجوریه خیلی خوبه، ولی خب تا دستت نگیری نمیفهمی جنس و کیفیتش چطوره. البته اگه بخوام منصف باشم برای لباس 25 دلاری بد نیست. فکر این کار از یک جای کاملا بی ربط اومد، از فناوری‌های نظامی. کار ما طراحی فناوری نقشه بود تا بتونی ببینی نقشه مسطح روی نقشه توپوگرافی چه شکلی میشه، چیزی مثل اطلاعات نقشه روی توپوگرافی. وقتی روی این فناوری کار میکردیم یهو فکری توی سرمون جرقه زد که بدن انسان هم بیشباهت به توپوگرافی نیست و هر عکسی از لباس رو میشه به چشم یک نقشه اطلاعاتی دید و همون فناوری رو در موردش به کار برد و معمای حل نشده دنیای مد رو حل کرد. خلاصه با اینکه فروشگاه‌ها کم کم دارن باز میشن، اما ممکنه کرونا در دراز مدت کلن عادت خرید مردم رو عوض کرده باشه. به اعتقاد ما فروشگاه‌ها همچنان برقرار خواهند بود، ولی شکی نیست که تعدادشون ممکنه کم بشه. الان پیشبینی‌ها میگه تا سال 2025 حدود 1/4 فروشگاه‌ها جمع میشن، ولی خب وقایع اخیر ممکنه سرعت رو بیشتر کرده باشه و همین اتفاق به جای 5 سال در 1-2 سال بیفته. بنابراین شاید باید با این واقعیت تازه کنار بیایم که هرچی خرید آنلاین راحت‌تر و بی‌مسئله‌تر بشه، میل افراد به خرید واقعی توی فروشگاه‌ها هم کمتر میشه. بعد از چند ماه که حسابی بازار شایع داغ بود، خلاصه اعلام کردن که پرطرفدارترین کنسول بازی دنیا یعنی پلی‌استیشن 4 داره از رده خارج میشه و به جاش پلی‌استیشن 5 میاد. سر و صدا در مورد برنامه بعدی پلی‌استیشن خیلی زیاده، به خاطر اینکه هیچ کسی درست نمیدونه نسل بعدی کنسول پلی‌استیشن قراره چی باشه و قراره جایگزین یکی از پرفروش‌ترین کنسول‌های تاریخ بشه. با اینکه اعلام کردن آخر سال جاری میلادی میاد، هنوز درست نمیدونیم چه شکلیه یا چه بازی‌هایی روش اجرا میشن. سونی تا حالا 104 میلیون پلی‌استیشن 4 فروخته. تنها کنسولی که در تاریخ بیشتر از این فروخته پلی‌استیشن 2ه که حدود 150 میلیون نسخه فروخت. در دوران قرنطینه خیلی‌ها سر خودشون رو با بازی‌های کامپیوتری گرم می‌کنن. در نتیجه فروش کنسول‌های بازی 48% رشد کرده. برنامه رونمایی از پلی‌استیشن 5 هیچ شباهتی به برنامه‌های پرسر و صدای قبلی که هزاران خبرنگار برای پوششش می‌رفتن نداشت. این رویداد کلاً آنلاین بود، ولی هرچه بود بالاخره چشممون به جمال PS5 روشن شد. PS5 انحنا داره و در دو مدل عرضه میشه. یکی دستگاه عادی که یک درایو بلوری اولترا اچ دی داره و یه نسخه دیجیتال که درایو رو نداره. طبعاً سونی بازی محبوب این روزها یعنی اسپایدرمن رو نشون داد. نسخه جدید به نسبت نسخه 2018 گسترده‌تر شده و مایلز مورالس توش بازی میکنه. بازی دیگه‌ای که نشون دادن گران توریسمو 7 بود. نسخه جدید بازی یک حالت قصه‌داری هم داره. یه بازی جدید هم از شرکت هورایزن رونمایی کردند به اسم غرب ممنوعه با جانورهای ماشینی در آینده دور آمریکا. آخرین بازی یعنی رچت اند کلنک نشون داد درایو سالید استیت پلی‌استیشن 5 چه سرعتی داره. عملاً زمان بارگذاری بازی صفر شده. محیط های بازی عظیم روش اجرا میشه که خوراک ترفند های برنامه نویسیه. مثلا حفره ها و شکاف های باریکی درست میکنن که بازیکن باید به زور از توش رد بشه. در واقع اینجوری زمان میخرن که کنسول فضای بعدی رو بارگذاری کنه بدون اینکه بازیکن متوجه بشه. حافظه ی SSD کنسول انقدر سریه که اینجور کلک های برنامه نویسی رو میپوشونه. اما دیگه چی؟ نسل بعدی به جز تصویر قشنگتر و زمان بارگذاری کوتاهتر دیگه چی داره؟ به نظرم ویژگی اصلی نسل بعدی گرافیک بهتر نیست، حسیه که به بازیکن میده. یعنی دارن سعی میکنن مرزها و موانع رو بین زمانی که شما میخوای بازی کنی و زمانی که واقعا بازی میکنی بردارن. یعنی زمان بارگذاری رو کوتاه کنن، زمانی رو که باید منتظر باشی تا بازی دانلود بشه کوتاه کنن، یا اگه دیجیتالی داری بازی میکنی زمانی رو که صرف نصب به‌روزرسانی میشه کم کنن. همه این تأخیرها رو دارن از بین میبرن که من بازیکن هر لحظه که خواستم بازی کنم چند لحظه بعدش در حال بازی باشم. و البته نبرد کنسولا همچنان ادامه خواهد داشت. دستگاه بعدی Xbox سری X هم قرار همین امسال به بازار بیاد. هر دو دستگاه با نسخه‌های قبلی بازی‌ها هم کار می‌کنن. یعنی میشه بازی‌های Xbox One و PlayStation 4 رو هم روشون اجرا کرد.
نکته‌ای که هم سونی و هم مایکروسافت همچنان مخفی نگه داشتند قیمت کنسول هاست و این نکته‌ای که در ماه‌های آینده با وضعیت نامشخص اقتصادی مهمتر هم خواهد شد. در این که بازی کامپیوتری خیلی طرفدار داره شکی توش نیست، ولی ممکنه در این اوضاع خیلی ها ترجیح بدن با همون کنسولی که دارن بازی کنن. و البته اونایی که بخوان کنسول جدید بخرن باز هم دو گزینه دارن که تا آخر سال فرصت دارن فکر کنن کدوم رو میخوان. شرکت لون متعلق به گوگل بالاخره خدمات اینترنت 4G از طریق بالون رو در کنیا راه اندازی کرد. این خدمات به خاطر شیوع کرونا سریعتر راه اندازی شد تا به مردم کمک کنه ارتباطاتشون رو در جریان شیوع بیماری با هم حفظ کنند. فیسبوک در تحقیق و تفحص از خودش در مورد حقوق مدنی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. در این گزارش از فیسبوک خواسته شده تا برای مقابله با نفرت سازمانی علیه اقلیت‌ها و گروه‌های مذهبی اقدامات بیشتری انجام بده. این شبکه اجتماعی گفته بعضی از تغییرات پیشنهادی و نه همه اونا رو اعمال خواهد کرد. و با کودک جدید H266 که شرکت‌هایی چون اپل، مایکروسافت و هواوی روش کار کردن، دیگه میشه امیدوار بود که موقع پخش آنلاین ویدیوها نیاز به بافر کردن نداشته باشن. حجم ویدیوها با این کودک در مقایسه با نسخه‌های پیشین نصف خواهد شد. در حالی که جلسات ویدیویی دیگه برای همه به پدیده‌ای رایج بدل شده، مایکروسافت میخواد یه قدم جلوتر برداره و شرکت کننده رو در یک اتاق مجازی قرار بده. توگیدر مود یا گزینه با هم بودن تصویر افراد رو از پس زمینه‌شون جدا میکنه و اونا رو در یک اتاق مجازی قرار میده تا تماس‌های ویدیویی طبیعی‌تر شن. در کره جنوبی از پهپادهای نورانی برای تبلیغ فاصله گذاری اجتماعی استفاده شد. در یک نمایش 300 پهپاد بالای شهر سئول به پرواز در اومدن، مردم رو به ماسک زدن و شستن دست‌ها تشویق و از کادر درمانی تشکر کردند. برای جلوگیری از تجمع مردم، برگزاری این نمایش از قبل اعلام نشده بود. و اگر 300 تا پهپاد ندارین، میتونین از وسایل آتش‌بازی چند بار مصرف استفاده کنین. این موشک‌های LED میتونن تا 90 متر تو آسمون بالا برن و حتی مثل فشفشه‌های واقعی سوت بکشن و برخلاف نسخه واقعی اینا رو میشه بارها و بارها استفاده کرد. بعد از دوران قرنطینه که مردم بیشتر بیرون میرن، نقش فاصله گذاری در جلوگیری از موج دوم کرونا مهمتر میشه. اما واقعیت اینه که آدم همیشه یادش نمیمونه فاصلش رو حفظ کنه. اما اگه از اینا داشته باشیم چی؟ جلوی در کلیسای جامعه فلورانس ایتالیا از بازدید کننده ها میخوان که حین لذت بردن از معماری گنبد معروف یه چیز اضافه هم به خودشون وصل کنن. این وسیله با سیگنال رادیویی فراپهن باند حساب میکنه هر کسی از بقیه چقدر فاصله داره. اگه یه بازدید کننده کلیسا یا موزه سهواً به یه بازدید کننده دیگه نزدیک بشه، این چراغی که الان کاملا ثابته شروع میکنه به حرکت و یه صدایی هم از خودش در میاره شبیه وز وز. توی نگارخانه در نیویورک هم قراره در مواقع لازم با همین وسیله به مردم تلنگر بزنن تا بازدید کننده مدام نگران رعایت فاصله نباشه و با خیال راحت در تماشای آثار غرق بشه. میخواستیم یه جوری به مردم کمک کنیم که وقتی میان اینجا احساس راحتی کنن و هرچه بیشتر روی هنر تمرکز کنن به جای اینکه مدام درگیر ایمنی و رعایت مسائل ایمنی باشن. یک نکته دیگه که برای ما خیلی مهمه اینه که میشه این دستگاه‌ها رو طوری تنظیم کرد که تا 6 نفر رو به عنوان یک واحد بشناسه که اگر به هم نزدیک شدن بی خود زنگ نزنه، مثلا اعضای یک خانواده. وسایل مشابهی هم ساخته شدن که مردم بتونن در باشگاه ورزشی، هتل‌ها و مدرسه‌ها با فاصله مطمئن تردد کنن. این راهبرد تلنگری در کتابخونه دو کروک بلژیک خیلی گل کرده. کار سختی نیست، صرفاً یه مرحله بیشتر قبل از ورود به کتابخونه است. استفادهش هم واقعاً راحته چون قرار نیست مدام باهاش کار کنی.
است، ولی کمک میکنه حواست به اطرافت باشه. و حسن ابزاری که یک مرکز کنترل نداره اینه که اطلاعات شخصی کسی جایی ذخیره نمیشه. چون بازخوردی که به کاربر میدیم لحظه‌ای و آنیه، لازم نیست چیزی رو ذخیره کنیم. نیازی نیست. نه لازم اطلاعات شخصی رو ثبت کنیم، نه لازم داده‌ای رو بفرستیم جای دیگه یا بذاریم روی اینترنت یا هر چی. این شیوه مطلقاً مشکل حریم شخصی نداره و مسئله فاصله گذاری اجتماعی رو همون لحظه حل میکنه. البته گردآوری داده همیشه هم چیز بدی نیست. مثلا این گردنبندها به جز اینکه باعث میشن مردمی که اومدن خرید زیادی به هم نزدیک نشن، به فروشگاه هم کمک میکنه مشتری ها رو از هم دور نگه داره. فروشگاهی که از بامپ استفاده میکنه کلی اطلاعات درباره چیدمان فروشگاه و اینکه مردم بیشتر کجاها میرن و کجاها به هم نزدیک میشن به دست میاره. در نتیجه میتونه چیدمان راهروها رو بر اساس عادت خرید مردم تغییر بده، اون هم نه از روی شهود خودش بلکه از روی داده های واقعی. حالا این میتونه لباس فروشی باشه یا فروشگاه لوازم خانگی. یکی از ورزش‌هایی که در دوران کرونا تعطیل شد، اتومبیل رانی بود. اما حتی برای اتومبیل رانی هم راه حل تازه‌ای پیدا کردند که کاملا متوقف نشه. چیزی که تو برنامه قبلی هم بهش پرداختیم. هرچی ورزش‌های الکترونیک محبوب‌تر میشن، بهتر می‌شیدید که احساسات و پول و اون رقابت تنگاتنگی که ورزش‌های واقعی رو اونقدر جذاب می‌کنه، اینجا هم اصله. اما مثل هر ورزش معمولی، اینجا هم تقلب اجتناب ناپذیره. فرمول ای یا مسابقه اتومبیل رانی برقی هم مثل خیلی از ورزش ها بعد از شیوع کرونا تعطیل شد. ولی متولیان این رشته تصمیم گرفتن مسابقات را به صورت مجازی ادامه بدن. در نتیجه راننده های حرفه‌ای فرمول ای به جای عالم واقع در فضای بازی کامپیوتری رقابت می کنند. اسم مسابقات را هم گذاشتند کورس در خانه. اولیور رولند از رانندگان فرمول ای نیسانه. برای مسابقه مجازی این تشکیلات عظیم رو توی خونش نصب کرده، از فرمون واقعی گرفته تا پدال و صندلی که به شبیه سازی واکنش نشون میده. اما آیا همه اینها روی هم حس مسابقه واقعی رو داره؟ فکر کنم من حدودا بیش از 6-7 ساعت پای این دستگاه بودم. آدم حسابی خسته میشه، آخر روز رانندگی بدتر میشه. به نظرم حس کلی یعنی گرافیک و پیست مسابقه و اینجور چیزا خیلی به واقعیت شبیه. البته اون حسی که آدم توی خود رو داره اینجا نداره. باید بیشتر به جلوه های تصویری اتکا کنی که یه مقدار وقت میبره آدم بهش عادت کنه. ولی در مجموع میتونم بگم این چیزی که برامون فرستادم خوب بود. اما این مسابقات فقط مختص رانندگان حرفه‌ای نیست. آخر هفته یک مسابقه جداگانه هم برای خوره‌های بازی کامپیوتری ترتیب دادند. جایزه برنده رانندگی با یک خودروی واقعی فرمول ای روی پیست واقعیه. با این همه مسابقات کورس در خانه، اون طور که متولیان فرمول ای و حامیان مالی مسابقات انتظار داشتند، گل نکرد. خاطری هم اگه از مسابقات به جا مونده باشه، خاطری منفیه. از جمله اینکه معلوم شد دانیل ابت، راننده آودی در مسابقات فرمول ای واقعی، تقلب کرده. ابت یه جوری چهرش رو روی تصویر ویدیویی تار و مبهم کرده بود و در واقع لورنس هورتزینگ که از حرفه‌ای‌های بازی‌های کامپیوتری به جاش پشت فرمون بود. راننده‌های دیگه بلافاصله مشکوک شدن چون ابت خیلی بهتر از معمول بازی کرد. مسئولان فرمول ای تحقیق کردند و از روی آدرس‌های IP فهمیدن که ابت پشت فرمون نبوده. آودی ابت رو اخراج کرد و هورتزینگ مادام العمر از شرکت در مسابقات فرمول ای محروم شد. ولی چرا این کارو کردن؟ kam aus einer Unterhaltung die Idee,
همین جوری که گپ می زدیم فکر کردم بامزه میشه یه نفر که حرفه‌ای گیم بازی میکنه به جای من برونه تا راننده‌های واقعی ببینن کارش چطوره. ضمن اینکه برای لورنس هم فرصتی بود که با راننده‌های حرفه‌ای مسابقه بده. میخواستیم کل ماجرا رو ضبط کنیم و یه داستان بامزه برای هوادارا درست کنیم. Lustige Story für die Fans kreieren. Jetzt mal ernsthaft, willst du das Rennen für mich fahren, Alter? Ohne Scheiß. Lass uns das mal wirklich überlegen. Das wäre sau witzig. ما سراغ متولیان فرمول ای هم رفتیم ولی کسی حاضر نشد در مورد تقلب ابت حرف بزنه یا حتی توضیح بده در آینده میخوان چیکار کنن که چون این موردی دیگه پیش نیاد. ولی یه لحظه فکرشو بکنید. بحث تقلب به کنار. یه آدم که حرفه‌ای بازی کامپیوتری میکنه توی مسابقه‌ای که کلی راننده تعلیم دیده ی حرفه‌ای هم بودند سوم شد. مردم بعد از این ماجرا کم کم میفهمند یک نفر که تفننی بازی میکنه با کسی که به طور حرفه‌ای گیم اتومبیل رانی بازی میکنه خیلی فرق داره. سرعتی که این بچه‌ها یه دور پیست می‌زدن نشون میده چقدر این رشته رو جدی می‌گیرن. قطعاً بخشی از مهارتشون در عالم واقع و رقابت واقعی هم به کار میاد. یعنی میشه از این راه استعداد یابی کرد؟ احتمالاً یکی که اهل مسابقه اتومبیل رانی باشه میگه توی خودروی واقعی بشینن هم میتونن همجوری برونن. برنامه ما اینه که این موضوع رو آزمایش کنیم، درسته؟ فکر میکنم جایزه‌ای که برای برنده تعیین کردیم میتونه مسیری باشه برای اینکه اون شخص وارد عالم اتومبیل رانی واقعی بشه. این روزا ماسک روی صورت خیلی ها دیده میشه، اما زدن ماسک در کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن خیلی وقتی که معموله. یک شرکت ژاپنی به نام دونات روباتکس اولین ماسک هوشمند جهان رو ساخته. این ماسک صدا رو به گوشی میفرسته تا اون رو به متن تبدیل کنه. این متن میتونه به 8 زبان ترجمه و فرستاده بشه. اونا قصد دارن در آینده صدا رو به تصویرم تبدیل کنن تا در واقعیت مجازی و واقعیت افزوده کاربرد داشته باشه. به نظر میاد که ماسک صورت داره به لوازم مودی میپیونده که داشتنشون الزامیه. به همین خاطر گزارشگر ما کریس فاکس رفته سراغ ساخت یک ماسک خاص. خب ماسکم آماده شده. این شاید باحال‌ترین ماسکی باشه که تا حالا دیدم. این ماسک رو تایلر گلیل سازنده بازی طراحی کرده و لامپاش به صدای شما واکنش نشون میده. بعد از اینکه تایلر برنامه‌اش رو روی توییتر منتشر کرد با خودم فکر کردم که خودم یه دونش رو بسازم و به عنوان یه وسیله جدید در تماس‌های ویدیویی به صورتم بزنم. اولش فکر می‌کردم پروژه راحتی باشه ولی سخت در اشتباه بودم. قطعات مورد نیاز چیزی شبیه به این حدود 40 پوند میشه و بیشترشون روی این ماتریس LED منعطف قرار می‌گیرن. یه میکروفون کوچک هم میخواستم تا صدام رو بگیره و یه ریز پردازنده هم نیاز داشتم تا برنامه رو اجرا کنه. تایلر خودش از یک آردوینو نانو استفاده کرده بود، اما به کار انداختنش بیشتر از اونی که انتظار داشتم زمان برد. تایلر برنامهش رو برای قطعات خیلی مشخصی نوشته بود که با مال من فرق داشت و مجبور شدم برای حل مشکلات تا پاسی از شب کار کنم. بذارید از تایلر و افراد دیگه‌ای که در توییتر به سوالام جواب دادن تا این بالاخره راه بیفته تشکر کنم. بعد از اینکه ماسک به کار افتاد، یه تماس ویدئویی با تایلر برقرار کردم تا درباره این پروژه صحبت کنیم. خب تایلر، میشه در ابتدای کار بگی هدفت از ساخت این چی بود؟ چون باحاله. یهو به سرم زد. دوست داشتم بدونم ماسکی وجود داره که چراغ‌هاش به حالات مختلف دهان روشن بشه. برای همین توی اینترنت نگاه کردم ببینم چیزی برای خرید هست که این کارو بکنه یا نه. اما چیزی نبود. از لحاظ کاربردی آیا میخوای هر جا که میری این ماسک رو به صورتت بزنی؟ بعدم نمیاد وقتی خرید میرم ازش استفاده کنم. تا حالا یه بار باهاش بیرون رفتم اما در مقایسه با ماسک‌های بهداشتی عادی خیلی کاربردی نیست. خیلی‌ها با ماسکی که برای خودشون ساختن عکس گرفتن و در اینترنت گذاشتن. آیا از اینکه اینقدر محبوب شده تعجب کردی؟ آره جالبه که مردم نسخه خودشون رو ساختن. بعضیا قبل از اینکه من مال خودم رو بذارم روی اینترنت مستقلا چیز مشابهی ساخته بودن. آیا فکر میکنی این محصول نهاییه یا دوست داری چیزهای دیگه‌ای هم به این ماسک اضافه کنی؟ به نظرم در این مقطع تموم شده. همین حالاش هم حدود یه ماه وقت گذاشتم تا به اینجا برسه.
قصدم این بود که طوری بسازمش که دهانش با این فرق کنه، مثل حرف ای که زیرتره یا حرف او که صدای بمتری داره، تا بیشتر اون تأثیری رو که میخواستم منتقل کنه. به جایی رسید که کمابیش کار میکرد ولی ظاهر خوبی نداشت و برای همین قید اون ایده رو زدم. میشه گفت همینه که هست. برنامه‌ای برای فروش این ماسکا ندارم و شما اگه دوست دارین باید یه دونه بسازین. تایلر برنامه و راهنمای ساخت این ماسک رو در توییتر منتشر کرد. اما بذارید هشدار بدم که این پروژه مناسبی برای تازه کارها نیست، مگر اینکه واقعا از همون قطعات استفاده کنین که تایلر استفاده کرده. موقع کار کردنم هم نسبتاً داغ میشه. برای همین پیشنهاد نمی‌کنم که همچین چیزی رو به صورتتون بزنین و اصلاً برای بچه‌ها مناسب نیست. طرح‌های دیگه هم وجود داره، برای همین بد نیست برای الهام گرفتن یه خورده بگردین. یه ایده ساده اینه که پنجره پلاستیکی شفافی در ماسک تعبیه کنین تا افراد ناشنوا بتونن حرفاتون رو لبخونی کنن. اگه احیانا تصمیم گرفتین ماسکتون رو شخصی سازی کنید، مطمئن بشین که میشه ضد عفونیش کرد. پارچه این رو میشه تو ماشین لباسشویی شست و قسمت‌های الکترونیکی رو هم میشه جدا کرد و با نور فرابنفش ضد عفونی کرد. اما راستش فکر می‌کنم این رو صرفاً به عنوان یه چیز بدی نگه دارم. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.